برای بررسی بیشتر سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران با ما هم هستند. آقای جوادی سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. عرض ادب. آقای جوادی، با هم گزارش را دیدیم، فرد ترور شده چه جایگاهی در میان گروه های تندروی سنی در پاکستان داشته و پیشینه او چگونه بوده؟ ببخشید صداتون یه لحظه قطع شد به دلیل مشکلات اینترنت. بله، یه مرتبه دیگه. بله، عرض میکنم خدمتون، فرد ترور شده چه جایگاهی در میان گروه های تندروی سنی در پاکستان داشته و پیشینه او چگونه بوده؟ بفرمایید. بله، مولانا مسعود الرحمن عثمانی در حال از بنیانگذاران سپاه صحابه و دارای تفکر افراطی بر علیه شیعیان و در حقیقت در کشتار و قتل و شهادت بسیاری از شیعیان مؤثر بودند و به عنوان معاون دبیرکل شورای علمای سنی در شهر اسلام آباد هم مشغول بودند که در ترویج این افکار ضد شیعه بسیار مثمر ثمر و در حقیقت مؤثر بودند، که به هر حال باید با رفتار افراطی این گونه بر علیه شیعه انتظار در حقیقت یه همچین اتفاقی دور از ذهن نیست. بله، در رابطه با پیشینه سپاه صحابه و سایر گروه های تندروی سنی که دستشون به خون شیعیان افغانستان و پاکستان آلوده است، به صورت مختصر توضیح بفرمایید. ببینید، خب اصلا بحث تأسیس سپاه صحابه دقیقاً بر علیه تفکر شیعه و با رفتارهای بسیار افراطی در دو کشور افغانستان و پاکستان همراه بود که منجر به در حقیقت یک جو بی‌اعتمادی در بین خود اهل سنت بر علیه همین سپاه صحابه و شکل گرفتن مخالفت‌هایی که من فکر می‌کنم اگر فرصتی بود اشاره می‌کنم به دو سه تا نظری که دارم در این رابطه مؤثر بود و به هر حال در دولت عمران‌خان سپاه صحابه رو قلق و غم کردن و دست و پاشون رو جمع کردن، اما رفتارهای افراطی ادامه داشت که به هر حال و به ببخشید مثل اینکه قطع شد. بله، یک لحظه قطع شد، بفرمایید. رفتارهای افراطی معمولاً باید انتظار همچین پاسخی رو داشته باشن که انشالله امیدواریم دیگه جرأت نکنن بر علیه تفکرات بر حق شیعه یه همچین مواضع تندروی داشته باشن. بله، در رابطه با عوامل ترور فردی که هدف قرار گرفت چه ارزیابی دارید؟ والا به نظر من، حالا همونطور که در متن اخبارم من شنیدم که شما و دیدم که می‌فرمودن، به هر حال ممکنه ارتباطی با اون تحرکات اخیر ایران داشته باشه، اما من با توجه به منابعی که در خود نزدیکان همین مولانا مسعود امیر مسعود الرحمن بودن، به طور دربسته اشاره کنم که به نظر من اولا خب سزای ریختن خون شیعیان که تفکر برتر و واقعا اول جهان اسلام هستن، یه همچین عاقبتی باید داشته باشه و اون تحرکات هم یعنی بی علت نیست، اما جریان‌های داخلی که خود همفکران مولانا مسعود الرحمن داشتن به نظر من میرسه که ریشه‌هایی رو داشته باشه برای زمینه‌سازی ترور ایشون
و بحث بعدی جریان‌های تندرویی که در پاکستان هستند و فعالیت دارند ممکنه که در دعواهای بین گروهی اینها قربانی رو طلبیده باشه که ایشون، و با توجه به اینکه ایشون در دم جان سپردن، به نظر من دقت تیراندازی رو هم شما از مؤلفه هایی بدونید که دو گمان زنی اخیر بنده رو تقویت میکنه و باید منتظر بود تا در روزهای آتی ببینیم، با توجه به اینکه کسی مسئولیت رو قبول نکرده، این گمان زنی بنده فکر میکنم قوت پیدا کنه.